ما توی قسمت های قبل خدمتتون آکولات های بالا و پایین عبارات رو تعریف کردیم و گفتیم شما میتونید به وسیله دستورات over brace and under brace بیاید و آکولات هایی رو برای بالای عبارات و پایین عبارات قرار بدید. اگه خاطرتون باشه من اومدم توی قسمت symbols و به این صورت ما اینجا over brace formula رو تعریف کردیم و under brace رو هم اینجا وارد کردیم. حالا میخوام نحوه استفاده اون رو که خیلی پرکاربرد هستش رو تو این قسمت خدمتتون عرض بکنم. برای این کار من میام یک equation رو تعریف میکنم. میام یه عبارت خیلی ساده رو می نویسم. مثلا می نویسم 8 به علاوه 4 منهای 4 مساوی است با 8. اما فقط می خواهم تأکید بکنم که 4 منهای 4 مساوی است با 0. خب میام اینجا یه دونه over brace می نویسم. اگه خاطرتون باشه over brace که می نوشتم داخل اون آکولاتی که می اومدم و عبارت قرار می دادم، اون عبارت می اومد و روی اون یک آکولات قرار می گرفت. خب حالا من میخوام همین over brace که قرار گرفت بالای همین آکولاد بیاد و یک عبارتی رو بنویسه. خب این حالت همون حالت بالا نویسی هستش که ما میادیم از علامت حت استفاده میکردیم که تکست سوپرسکریپت هم میامد توی حالات دستورات میاد همین کار رو برامون انجام میداد. من میام و زیرو رو براش اینجا وارد میکنم. بریم با هم خروجی رو ببینیم. خب بعدش شما خروجی که مشاهده میکنید کاملا صحیح و درست هستش. برای حالت under brace هم به همین صورت من میام یه دونه begin تعریف میکنم، equation یه a رو من جا انداختم، بله n رو مینویسم و میام یه ذره کار رو میخوام پیچیده تر بکنم. مثلا میخوام بنویسم 3 times 5 plus 2 times 10 equal 35. فکر کنم به هم صورت بشه دیگه، 2 10 تا 3 5 تا. خب میخوام بیام از under brace استفاده بکنم. مینویسم under brace برای این عبارت 3 ضرب در 5 و برای اینجا هم یه دونه under brace تعریف میکنم به این صورت. بعد میخوام بگم خب under brace 3 ضرب در 5 اینجا دیگه نباید از حت استفاده بکنم چون میشه حالت بالا نویسی. میام از underline استفاده میکنم که حالت پایین نویسی هستش و عبارت 15 رو قرار میدم. برای این قسمت هم من under brace رو وقتی دارم میام و underline قرار میدم، کروشه رو آکولاد رو ببخشید آکولاد رو من قرار میدم و عدد 20 رو وارد میکنم. بریم با هم ببینیم خروجی رو. همونطور که میبینید 3 ضرب در 5 شده 15، 2 ضرب در 10 شده 20 و ما در نهایت 35 رو داریم. پس به این صورت شما میتونید از over brace و under brace توی معادلاتتون و یا فرموله های ریاضیتون به این صورت استفاده بکنید.